سرخط مهمترین خبرها. توافق افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان برای ایجاد یک مرکز لوجستیکی در هرات. با ساخت این مرکز، نفت روسیه به جنوب آسیا صادر خواهد شد. با بهره برداری شدن و تطبیق پروژه به صدها مزیت اقتصادی را ما میتونیم که در افغانستان از پس منظر پروژه نصیب شویم. و درخواست ها از حکومت همزمان با روز جهانی مطبوعات. خبرنگاران گفتند مسئله عدم دسترسی به اطلاعات و برخورد نامناسب نیروهای امنیتی با خبرنگاران باید حل شود. ما از جامعه رسانه‌ای و نهادهای حکومتی خواهانی هستیم که دسترسی به اطلاعات بیشتر بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. در ابتدا سال روز شهادت ششمین ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به تمام مسلمانان جهان به خصوص حضور شما بینندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. همزمان با سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام، عالمان دین می گویند صادق آل محمد همانند ائمه قبل از خودشان بانی خیر و برکت و راهنمای مسلمانان بودند. به گفته علما، این امام همام علاوه بر رسیدگی به امور دینی و مسائل اجتماعی مردم، با ایجاد کرسی تدریس شاگردان زیادی را تربیت نمودند، شاگردانی که باعث افتخارات بزرگ جهان اسلام هستند و دستاوردهای گرانسنگ را از خودشان به جا گذاشتند. 25 شوال، سال روز شهادت ستاره درخشان جهان اسلام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، امامی که شاگردان زیاد را پرورش داد و به نشر علوم و معارف اسلامی پرداختند. اینجا در کابل عالمان دین پیشرفت علوم عصری امروزی را مدیون دانشگاه بزرگ امام جعفر صادق و شاگردان تربیت شده توسط آن حضرت می دانند. می گویند بیشتر منابع علمی در دانشگاه‌های جهان آثار همین دانشمندان است. 4000 شاگرد حضرت امام صادق علیه السلام در علوم مختلفه شاگرد داشت و شاگرد تربیه کردند. و اینم به گونه ای بودن که هر شاگرد امام صادق علیه السلام علاوه بر این که در همه علوم آگاهی نسبی داشت، در یک علم مشخصی متخصص بود. امروز اگر در جهان غرب ببینین، امروز اگر سیستانا را ببینین، همگی از امو کتابایی که علمای اسلام نوشته کرده استفاده میکنن و ما شاهدش هستیم و اونام اعتراف میکنن. وی برغم فشار و سختگیری هایی که از سوی دستگاه حکومتی آن زمان بر امام جعفر صادق علیه السلام اعمال می شد، اما آن حضرت با سعی و تلاش پیگیر موفق شد جامعه اسلامی را نسبت به سرزمین های رقیب و در بسیاری از زمینه های علمی بر رشد و شکوفایی غبطه برانگیز نائل سازند. اگر با مطالعه بگذاریم، امام شافعی رحمت الله علیه است، اگر امام مالک رحمت الله علیه است، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هستند، چقدر احترامی که در بین از اینا بوده، با حتی به امام جعفر صادق، اینا چقدر امام حنیفه در شاگردی از او میآید، نو اینا بین خود بسیار یک صمیمانه روابط داشتن و همیشه احترام به یکی دیگه کردن. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام علاوه بر توجه به حل مسائل شرعی و علمی جامعه اسلامی، از عنایت خاص به همدیگر پذیری و اخوت محوری امت اسلامی داشتند. ایشان با راهنمایی ها و ارشادات شبانه روزیشان جهان اسلام را از خطرات تفرقه و جدایی آگاه کردند. از حضرت ابو حنیفه روایت وجود دارد که میگه ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد و انه اعلم الامه. این حرف کسیه که بالاترین پیرو را در جهان اسلام داره. میگه من
ابو حنیفه فقیه تر از جعفر ابن محمد ندیدم و اینکه او اعلم امت پیامبر عظیم شأن اسلام. ایشان جامعه اسلامی را تشویق میکرد به فراگیری علوم دینی و علوم اسلامی و علوم بشری و علومی که نیاز جامعه بشری را تأمین میکند، و آن هم به صورت تخصصی که هر شخصی و هر فردی و افراد مشخصی در علوم و فنون مشخص به عنوان متخصص تربیت شود. با این حال از دید عالمان دین، جوامع اسلامی به الگوهای برتر دینی نیازمند هستند که از طریق گرامی داشته مناسبت‌های دینی و مذهبی، منابر را خطبه‌های نماز جمعه باید این الگوها در بین مردم ترویج گردد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت از توافق افغانستان با قزاقستان و ترکمنستان برای ایجاد یک مرکز لوجستیکی در هرات خبر داده. نورالدین عزیزی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت هدف این کار صادرات منطقه از جمله نفت روسیه به جنوب آسیا است. آگاهان اقتصادی اما میگویند ایجاد این مرکز برای کشور مزیت‌های زیاد اقتصادی در پی خواهد داشت. توافق کابل، آستانه و اشخابات برای ایجاد یک مرکز لوجستیکی در غرب افغانستان. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در گفتگو با رویترز گفته قرار است این مرکز در ولایت هرات ساخته شود و نفت روسیه را به جنوب آسیا صادر خواهد کرد. با گفته عزیزی پس از نشست 3 هفته گذشته با مقام های ترکمنستان و قزاقستان در کابل توافق شده که گروه های فنی در جریان 2 ماه توافق نامه کتبی را در مورد طرحهای رسمی برای ساخت مرکز لوجستیکی آماده کنند. از نظر آگاهان اقتصادی ایجاد این مرکز فرصت خوب برای افغانستان بوده و مزیت های فراوان اقتصادی را بدون بال خواهد داشت. ظرفیت هم در افغانستان دیده میشه که بتانیم با ایجاد ذخیره های استراتژیک برای نفت در افغانستان نفت و روسیه را به جنوب آسیا انتقال بدیم و با بهره برداری شدن و تطبیق پروژه به صدها مزیت اقتصادی را ما میتونیم که در افغانستان از پس منظر پروژه نصیب شویم، از جمله اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم به مردم افغانستان. سرپرست وزارت صنعت و تجارت همچون گفته پس از 6 ماه گفتگو روی طرح ایجاد این مرکز تصمیم گرفته شده که هر 3 کشور در ساخت آن مشترکاً سرمایه گذاری کنند. آگاهان سیاسی نیز به این باورند که فرصت های پیش آمده نیازمند مدیریت خوب از جانب کابل می باشد تا سیاست متوازن میان بلوک شرق و غرب در نظر گرفته شود. نفت روسیه با آسیای جنوبی انتقال میشه، اگر بر قدرت جهان است کار خاصرات خود داره، بدلات بر امنیت افغانستان و مطرح شدن افغانستان در سطح منطقه میشه، اما به شرط که زمامدارای فعلی افغانستان بتونه یک سیاست بلانس خوبی را بین شرق و غرب مدیریت کنه. در غیر از او باز اساساتای کشورهای غربی اگر کنترل نشن در او صورت باز میشن که خدا را هسته به یک بحران ایجاد شده افغانستان و افغانستان قربانی این معامله نشه. از سوی دیگر نورالدین عزیزی گفته با مقامات چینی در مورد ساخت جاده واخان که افغانستان را به چین وصل میکند در حال مذاکره هستند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت ابراز امیدواری کرده که افغانستان به مسیر تجارت میان چین و ایران تبدیل شود. در 3 روز نمایشگاه ملی قرآن کریم جشن عبادت 1000 نفر از دختران نوجوان برگزار گردید. هدف از این مراسم اطلاع از وظایف دینی نوجوانان و انس بیشتر آنها با معارف اسلامی گفته شده است. قاریان ملی و بین المللی با حضور در این مراسم گفتند معارف قرآنی در افغانستان روبروشت است و برای تقویت بیشتر آن هماهنگی ها بین قاریان جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از داوود ناظری. صفهای طولانی دختران نوجوان در لباس بندگی و عبودیت خالقشان. همزمان با برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در قصر دارالامان کابل جشن عبادت دختران با حضور خانواده هایشان نیز برگزار شد. و الحمدلله در 3 روز از این نمایشگاه ما بر علاوه برنامه های تلاوت قرآن کریم و سایر برنامه های مختلف جشن تکلیف هزاران تن از دختر بانوانی که تازه اینا به تکلیف رسیدن را تجلیل کردیم. من خیلی خوشحال هستم در یک مکان تاریخی و در نمایش قرآنی در حضور خانواده ما و استادان گرامی جشن تکلیف را برگزار کردیم.
خانواده ها تاکید کردند برگزاری چنین مراسم ها می تواند سبب تشویق بیشتر جوانان به معارف دینی گردیده و مسیر تربیت آنان را هموارتر سازد. خوب است که همچون برنامه های دینی و آموزشی برای همه ولایت ها تطبیق شود و مخصوصا که در مرکز افغانستان کابل که این خیلی آموزنده است و یک جشن دینی و فرهنگی به شمار می آید. در سومین روز برگزاری نمایشگاه ملی قرآن کریم شمار بازدید کنندگان از آثار مرتبط با قرآن کریم نیز پررنگ است. تمامی آثار مربوط به قرآن کریم و تفسیر و ترجمه آن در این غرفه ها به نمایش گذاشته شده است که از نظر علمی و معنوی برای جوانان مفید خوانده می شود. اینجور فعالیت ها، اینجور جشنواره ها تو کشور دوستمون افغانستان بیشتر بشه و جوری بشه که جوانا بیان و استفاده کنن، هم از لحاظ علمی، از بهره علمی این جشنواره، هم از لحاظ معنوی استفاده میتونه بشه. در قسمت خط قرآن کریم و در قسمت ازی که قرآن کریم را با قلم و با نی بنویسن یک کار بس ارزشمند، مهم و اساسی بود که توجه مخاطبین را به این نمایشگاه و به این نمایشگاه ملی قرآن کریم جمع نمودن. تلاوت قرآن کریم توسط قاریان ملی و بین المللی، اجرای تباشه و مراسم انس با قرآن کریم بخش های دیگر این مراسم بود. این نمایشگاه تا 4 روز دیگر در قصر دارالامان برای تمامی بازدید کنندگان باز است. هدف از برگزاری این مراسم انس بیشتر نوجوانان با قرآن کریم و معارف اسلامی خوانده می شود. داود ناظری، تلویزیون تمدن، کابل. و حالا هم بیننده چند خبر کوتاه باشید. برنامه جهانی غذا هشدار داده به خاطر کمبود بودجه مجبور است کمک های خود را به خانواده های نیازمند در افغانستان متوقف سازد. معاون سخنگوی بخش افغانستان برنامه جهانی غذا گفته در ماه جاری تنها به 2.5 میلیون نفر در افغانستان که شدیدا نیازمند هستند کمک رسانی می کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش اوچا در سال جاری میلادی نزدیک به 24 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. بانک جهانی در گزارش اعلام کرد حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می تواند تا حدودی از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی می تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود. میلیندا گوت، مسئول بخش افغانستان این بانک گفته کابل برای رشد اقتصادی باید با سرمایه گذاری در بخش زراعت، صحت، آموزش و استخراج معادن اقدام کند. سیگار در گزارش مدعی شده آمریکا از زمان خروج از افغانستان بیش از 17 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده. سیگار گفته 5.36 میلیارد دلار برای تخلیه و اسکان همکاران سابق آمریکا به مصرف رسیده و 5.53 میلیارد دلار هم صرف پذیرایی از پناهجویان افغان در ایالات متحده شده است. اختصاص 3.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان به صندوق امانی افغانستان در سوئیس نیز در جمع کمک‌های آمریکا شمارده شده. این در حالی است که تنها 2.8 میلیارد دلار این پول هزینه کمک‌های بشردوستانه و انکشافی در افغانستان شده است. در همین حال و همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، شماری از خبرنگاران از وجود برخی چالش‌ها فراروی خبرنگاران و فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی برخی رسانه‌ها و برخورد نامناسب نیروهای امنیتی با خبرنگاران از مهمترین چالش‌ها در این زمینه گفته شده است. با این حال سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید طرح زیر کار است که بر اساس آن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را تسریع ببخشد. سوم می برابر است با روز جهانی مطبوعات، روزی که هدف آن افزایش آگاهی در مورد اهمیت آزادی رسانه ها و یادآوری وظیفه حکومت ها برای احترام و حمایت از حق آزادی بیان گفته شده است. همزمان با این روز شماری از خبرنگاران از وجود برخی چالش ها فرارای خبرنگاران و فعالیت رسانه ها ابراز نگرانی می کنند. از وضع برخی محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها گرفته تا عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در اسرع وقت.
دسترسی نداشتن به اطلاعات است و همچنان مشکلات اقتصادی است که ما از جامعه رسانه‌ای و نهادهای حکومتی خواهان این هستیم که دسترسی به اطلاعات بیشتر بکنه. مشکلات و چالش های خبرنگاران خیلی زیاد بوده که از این چالش ها ما گفتم میتونیم که عدم دسترسی به ارتاد است و زیاد بد اقتصادی رسانه ها. بنابر آمارها در بیش از 2 سال گذشته ده ها رسانه بنابر دلایل مختلف مسدود و یا هم نشرات آن محدود شده، وضعیتی که از دید برخی فعالان رسانه‌ای نگران کننده است. با این حال مسئولان در نهادهای رسانه‌ای ضمن تایید مشکلات در برابر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در کشور خواهان حل آن از جانب حکومت هستند. ما مسئول یک نهاد هستم در وزارت اطلاعات فرهنگ. در 4 ماه پیش ما درخواست کردیم که وزیر صاحب ببینیم، ما وزیر صاحب دیدن نمی‌تونم. چه سبب ای که خبرنگار بخواد اطلاعات بگیره یا سخنگو. این مشکلات ها مشکلات هست که صدرای کل رسانه و خبرنگارا است. مقام های حکومت انواره بر حمایت از آزادی بیان و فعالیت رسانه ها مطابق ارزش های ملی و اسلامی تاکید کردند، اما با گذشت بیش از 2.5 سال تا کنون قانون مشخصی در مورد فعالیت رسانه ها تصویب و اعلام نشده. فعالان رسانه‌ای امیدوارند به زودی قوانینی که مسیر فعالیت رسانه‌های همگانی را تعیین می‌کند نهایی به اعلام شود. یک مشکل دیگری که داریم که برات از قانون دسترسی به اطلاعات است، ثابتان رسانه‌ها متکی به پالیسی خود مطابق به قانون رسانه همگانی آماده بسازه، در این قسمت هم تلاش‌ها جریان داره. نهایتاً که باید در این اواخر نزدیک باید قانون اعلان شود و رسانه ها بتونن متکی به قانون رسانه ها پالیسی خود عیار بسازن و امور کار خود پیش ببرن. با این حال مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند حکومت به حمایت از فعالیت رسانه ها بر اساس منافع ملی متعهد است و برنامه جدید در مورد تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را روی دست دارند. برنامه هایی که وزارت اطلاعات و فرهنگ در آینده های نزدیک روی دست داره زامن و تضمین کننده از این است که خبرنگاران بتوان از تمام ادارات دولتی به اخبار و اطلاعاتی که نیاز دارن، یعنی ملت از اخبار آگاه باشه، به اسرع وقت دست پیدا بکنن. رسانه‌های جمعی در بیش از 2 دهه گذشته رشد چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی داشتند که با وجود برخی مشکلات در راستای اطلاع رسانی نقش مهم ایفا کردند. در همین حال رئیس یونما در افغانستان به یک رادیوی محلی در ولایت لوگر رفت و از امواج این رادیو خواهان حمایت و حفاظت از خبرنگاران شد. روزا اوتنبایوا گفت کار خبرنگاران برای یک ملت آگاه مرفع و پیشرفته ضروری است. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز تازه‌ترین رده‌بندی وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان را اعلام کرده که در آن افغانستان از جایگاه 152 به رده 178 سقوط کرده. مقام‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ و همواره بر حمایت از خبرنگاران بر رسانه ها در کشور تأکید کرده اند. جلسه تخصصی فنون تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان ملی و بین المللی در مجمع قرآنی بقیت الله در تکه خانه عمومی چنداول برگزار شد. هیئتی از قاریان جمهوری اسلامی ایران با حضور در این جلسه گفتند آماده همکاری با قاریان افغانستان در زمینه آموزش و ترویج علوم قرآنی هستند. شرکت کنندگان در این جلسه هم از حکومت و مسئولان نهادهای فرهنگی خواستند برای رشد قاریان زمینه برگزاری نشست‌های تخصصی قرآنی را فراهم سازند. حضور هیئت قاریان و گروه تواشه جمهوری اسلامی ایران در جمع قاریان ملی و بین المللی کشور در مجمع قرآنی بقیت الله در تکیه خانه عمومی چندول کابل. میام تلاوت قرآن رو یک تقسیم بندی کلی میکنم. احمد ابوالقاسمی، قاری و داور بین المللی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت علوم قرآنی در افغانستان رشد کرده و آنان نیز آماده همکاری با جامعه قرآنی کشور هستند. او وعده داد در همین راستا در آینده برای رشد بیشتر علوم قرآنی به افغانستان چند استاد می فرستند. خودم اعلام آمادگی میکنم انشاءالله با افتخار میتونم تجربیات 40 ساله گذشته خودم رو در حوزه آموزش سلطنت در اختیار این عزیزان جوان مشتاق قرار بدم و همچنین ما اساتید خوب دیگه هم کشور داریم که حتی بعضیشون اینجا اومدن و میتونن باز هم بیان تا انشاءالله این اتفاق خوب رقم بخوره.
ما قاریانی داریم که الان در سطح مسئولان مجمع قرآنی بقیت الله نیز گفتند برای تخصصی سازی علوم قرآنی و تربیت بیشتر قاریان در سطح ملی و بین المللی تلاش می کنند تا کارگاه های آموزشی را با حضور استادان و داوران بین المللی در کشور برگزار کنند. هدف ما بر همین بود، چنان که آیت الله حجت فرمودند که سطح قرآنی کشور بالا برود، اساتید تربیت بشود، قاریانی تربیت بشود که در مسابقات نه فقط ملی که بتوانند در مسابقات بین المللی راه پیدا کنند. شرکت کنندگان که بیشتر قاریان ملی هستند از مسئولان نهادهای فرهنگی و حکومت می‌خواهند که با دایر کردن برنامه‌های آموزشی با حضور قاریان مطرح بین المللی برای رشد و توسعه علوم قرآنی تلاش کنند. خب از جلسه امروزی استاد احمد ابوالقاسمی در مورد صداسازی بود، ما استفاده عظیم را بردیم و همچنین در مورد نکات های صوتی مثل شدت صدا، ارتفاع صدا و همچنین نکات های تخصصی صدا. از خود دولت ما میخواهیم که همین زمینه را برای قاری ما فراهم بکنه و از همه جانبه حمایت بکنه قاری ما را. تلاوت قرآن کریم توسط قاریان ملی و بین المللی، اجرای تواشح و آموزش فنون تلاوت قرآن کریم توسط قاری احمد ابوالقاسمی از بخشای این مراسم بود. دوره های آموزشی آشنایی با مبانی نوحه‌خوانی به سبک سنتی افغانستان و کارگاه شعر شناسی در مشهد مقدس ایران برگزار شد. در این دوره های آموزشی استادان حوزه های مداحی، مداحان و علاقمندان به مداحی شرکت کردند. هدف از راه اندازی این دوره های آموزشی آشنایی مداحان با اصول و فنون مداحی به شکل تخصصی است. دوره های آموزشی آشنایی با مبانی نوحه‌خوانی به سبک سنتی افغانستان اینجا در مسجد موسی بن جعفر گلشهر مشهد ایران. برگزار کنندگان می گویند این دوره های آموزشی شامل 22 جلسه است که ششمین جلسه آن برگزار شده. هدف ارتقای هرچه بیشتر سطح علمی تخصصی مداحان و استفاده از تجربیات اساتید و پیشکسوتان گفته شده. کارگاه‌های کیمیای نظر هست که اساتید و پیشکسوت‌های نواخوانی و مداحی سبک سنتی افغانستان تشریف می‌آورند و از تجربیاتشون و از اجراهاشون بهره‌مند می‌شیم و بخش دیگر از به نام کیمیای معرفت که در حوزه تخصصی‌تر انشاءالله این کارگاه‌ها برگزار می‌شه. شرکت کنندگان در این دوره‌های آموزشی هر کدام چندین سال است که در عرصه مداحی فعالیت دارند. حدوداً 6 جلسه از این کلاس کیمیای نظر و کلاس صداسازی و همینطور کیمیای معرفت گذاشتم و واقعاً تا الان به عنوان یک شرکت کننده خیلی از استفاده کردم از این کلاس. در 2 روز در هفته شروع شدم و خیلی کلاس‌های عالی بودن در همه مباحث، در شعرشناسی، در صداسازی و غیره. در اینجا گفته شد نیاز است که تمام مداحان با اصول و فنون مداحی آشنا باشند و در این راستا آموزش ببینند. توصیه‌ای که دارم به همه مداحان این هست که در قدم اول باید توسط یک استاد آموزش هایی را ببینند، آشنا بشند با اصول مداحی، فنون مداحی و انتخاب شعر رو یاد بگیرند. یعنی یک انتخاب شعر چه معیارهایی میتونه داشته باشه، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. کلاس از سطح عالی برخوردار بود و یعنی مکمل بود. کلاسی که ما تا امروز دیده بودیم، یعنی هر کدوم حالا شاید نقطه ضعف کوچیکی داشته بوده، ولی کلاس خشت اول کامل ترین کلاسی بود که ما در زمینه سبک نوحه سنتی افغانستان تو امروز داشتیم. این دوره های آموزشی هم اصالت چند ماه قبل از ماه محرم برگزار می شود که امسال جلسات آن به صورت تخصصی در حال برگزاری است. توجه نمایید به پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل ابری با احتمال بارندگی 13-9، بامیان نیمه ابری 13-6، جلال آباد نیمه ابری 25-17،
غزنی ابری با احتمال بارندگی 16.8، قندهار آفتابی 30.17. کندوز نیمه ابری 28.17، لشکرگاه آفتابی 32.18، مزار شریف نیمه ابری 30.18، نیلی نیمه ابری با احتمال بارندگی 15.8، هرات بارانی 27.14. اسلام آباد نیمه ابری 32.19، تهران آفتابی 24.14، دبی آفتابی 34.27، دهلی نیمه ابری 41.27 و سرانجام مکه آفتابی 38.25. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. توافق افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان برای ایجاد یک مرکز لوجستیکی در هرات. با ساخت این مرکز نفت روسیه به جنوب آسیا صادر خواهد شد. با بهره برداری شدن و تطبیق پروژه به صدها مزیت اقتصادی را ما میتونیم که در افغانستان از پس منظر پروژه نصیب شویم. و درخواست‌ها از حکومت همزمان با روز جهانی مطبوعات. خبرنگاران گفتند مسئله عدم دسترسی به اطلاعات و برخورد نامناسب نیروهای امنیتی با خبرنگاران باید حل شود. ما از جامعه رسانه‌ای و نهادهای حکومتی خواهان این هستیم که دسترسی به اطلاعات بیشتر بکنه. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.